آثاره که داریم به فکر اون روز میتوزیم، جیگرامون میتوزه. گرد هم آمدن خانواده های قربانیان در فرودگاه بین المللی تهران و در محلی که هواپیمایی اوکراین با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. برای بلند کردن صدای عدالت خواهی و زنده نگه داشتن یاد 176 مسافر جان باخته، درست همزمان با خانواده ها در ایران چند پدر داغ دیده هم در حومه تورنتو به یاد فرزندانشان جمع شدند تا در دقایقی که 2 سال پیش فرزندانشان پرواز کردند تنها نباشند. اندکی پس از 6 صبح 18 دی ماه 98 به وقت تهران، فکر نکردن به آنچه بر عزیزانشان در آن کمتر از 4 دقیقه بین اصابت موشک و سقوط گذشته آسان نیست. حالا توی این زمانی که میاد به مسافرین احتمالاً اعلام میکنه که ما مورد هدف شی خارجی قرار گرفتیم، تصور بکنید اون مسافرینی رو که اونجا بودن چه حسی داشتن، اون مادرانی که بچه هاشون کنارشون بوده چه حسی داشتن، اون پدران یا اون خانواده هایی که اونجا بودن، یا آراد من که اونجا تنها بوده تو این هواپیما چه حسی رو داشته. در میانشان علیرضا قنچیان همه نزدیکترین هایش را در آن صبح شوم از دست داد. همسرش فائزه، فرزندانش درسا و پارسا. با فائزه خانواده‌ای تشکیل داده بود که از هر گوشش صدای سرخوشی کودکانه و نوای شکوفایی نوجوانانه می آمد. حالا پدر مانده و عکس ها و خاطراتشان. اعتقاد دارم که روزی درسا رو می بینم، پارسا رو می بینم، فائزه رو می بینم. نمی دونم چجوری ببینمشون، شاید انرژیشون، شاید خودشونو، شاید توی تصوراتم، و اون موقع میخوام سرام بالا بگیرم بهشون بگم بابایی بودم که وایستادم، بابایی بودم نذاشتم که فراموش بشید، بابایی بودم که جنگیدم، بابایی بودم که با اسمتون، با بوتون حتی زندگی کردم، آوردمتون همه جا و یه لحظه هم نشستم. ایستادن و پافشاری که میگوید نتایجش آرام آرام آشکار میشود. کما این که شاید بگم که بعد از گذشت این 2 سال مردم به واقعیت‌ها بیشتر پی بردند. شاید اولش فکر میکردن که ما داریم اشتباه میکنیم که میگیم که این به صورت اتفاقی نبوده، ولی بعد 2 سال الان مردم به حقانیت حرفای ما کاملا پی بردن. رویارویی با روایت حکومت از فاجعه‌ای که اعتراف به دروغ بودن ادعاهای نقص فنی و کشته شدن شهروندان 6 کشور به آن ابعاد بین المللی داد. تا اینجا واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض خانواده‌ها بازداشت یاشار تبریزی، یک فعال شرکت کننده در تجمع امروز بوده. بهمن کلبوسی، BBC تورنتو.